سلام با عرض ادب خدمت مخاطبین آراز نیوز، امروز با بخش دیگری از اخبار زاویه در کانال تلویزیونی آراز نیوز در خدمت شما عزیزان خواهم بود. سرخط خبرها. مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی: دستوری مبنی بر آموزش زبانهای بومی و محلی ابلاغ نشده است. دومین شماره نشریه ماهنی منتشر گردید. الهام علیف: اجازه تشکیل دومین کشور ارمنی در اراضی آذربایجان را نخواهیم داد. رحیم زارعی، فعال ملی مدنی آذربایجان، بازداشت شد. با نه چین و تاجیکستان، ایران همچنین پشت درهای سازمان شانگهای ماند. انتخاب کتاب دیوان ترکیه ناظر شرف‌خانه‌ای به عنوان کتاب برتر جشنواره کتاب البرز. سید حسن نصرالله: بودجه و موجودیت حزب الله از ایران تامین می‌شود. درگیری سپاه و گروه تروریستی دموکرات در سویخ‌بلاق آذربایجان. دستگیری 7 شهروند ایرانی در ترکیه. انتقاد فرماندار اردبیل از بودجه اختصاص یافته به این شهرستان. فیلم کوتاه ترکیه آغل در آمریکا به نمایش در می‌آید. مشروع خبرها. فریدون سید مصطفی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، گفت دستور و یا بخشنامه‌ای درباره آموزش زبان‌های بومی و محلی در استان و یا اقدام درباره تهیه و تنظیم کتاب‌های مربوطه ابلاغ نشده است. فریدون سید مصطفی ادامه داد این نهاد تلاش کرده تا در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش، کلاس‌های آموزشی ویژه‌ای برای کودکان دو زبانه در استان با هدف تحقق اهداف 11 گانه زبان آموزی برگزار کند. لازم به ذکر است 10 خرداد ماه سال جاری، حسن روحانی و دستیار وی علی یونسی از دستور دولت برای آموزش زبان ترکی در استان آذربایجان غربی خبر داده بود. نشریه دو زبانه ترکی فارسی ماهنو با موضوعات متنوع من جمله اوضاع دریاچه ارومیه منتشر گردید. این نشریه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل توزیع می شود. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان شمالی، حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی را فقط در قالب تمامیت ارضی آذربایجان امکان پذیر دانست و گفت جمهوری آذربایجان هرگز به ایجاد دومین دولت ارمنی در سرزمین‌های خود اجازه نخواهد داد. آقای علیف تاکید کرد جمهوری آذربایجان تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی خود را برای حل مسالمت‌آمیز این مناشقه ادامه خواهد داد. لازم به ذکر است علی‌رغم 4 قطعنامه شورای امنیت مبنی بر پایان اشغال قره‌باغ و 7 شهر منطقه مجاور آن توسط ارمنستان، این کشور همچنان بر سیاست‌های متجاوزانه خود اصرار دارد. روز یکشنبه 6 تیر ماه 1395، آقای رحیم زارعی در روستای بارانلوی شهر خسروشاه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر شد. 2 هفته پیش نیز خانه پدری رحیم زارعی در تبریز مورد بازرسی و تفتیش ماموران امنیتی قرار گرفته و وسایل شخصی او از جمله رایانه شخصی، یادداشت‌ها و تلفن همراه وی ضبط شده بود. هنوز از علت دستگیری وی و اتهامات وارده بر رحیم زارعی اطلاعاتی در دست نیست. روز پنجشنبه و جمعه گذشته 3 و 4 تیر ماه نشست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار شد. در نشست تاشکند از جمله شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری چین و روسیه شرکت کردند. علی‌رغم حمایت روسیه و قزاقستان از تقاضای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، درخواست ایران با مخالفت چین و تاجیکستان روبرو و نهایتاً رد گردید. کتاب دیوان ترکیه ناظر شرف‌خانه‌ای به عنوان کتاب برتر جشنواره کتاب البرز انتخاب گردید. این جشنواره در زمستان 1394 و برای اولین بار در شهر اکثران ترک‌نشین نظرآباد استان البرز برگزار شده بود. لازم به ذکر است بیش از 70% ساکنان استان البرز به مرکزیت کرج را ترکان آذربایجانی تشکیل می‌دهند. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در اقدامی بی سابقه و در مراسم 40مین روز کشته شدن مصطفی بدرالدین، از فرماندهان ارشد حزب الله در سوریه اذعان کرد بودجه حزب الله از ایران میرسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. نصرالله همچنان درباره تحریم‌های مالی آمریکا علیه حزب الله گفت
این قانون هیچ اثر مادی بر حزب الله ندارد. بودجه حزب الله از ایران میرسد. به صراحت میگوییم که بودجه حزب الله و پول آن از ایران تامین میشود. تا زمانی که پول از ایران به ما میرسد، حزب الله همچنان موجودیت خود را حفظ میکند. رسانه‌های ایران از درگیری مسلحانه میان سپاه پاسداران و گروه تروریستی دموکرات در اطراف شهر سویق‌بلاق آذربایجان خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، عصر روز جمعه گذشته تعدادی از اعضای مسلح گروه تروریستی دموکرات که قصد ورود به منطقه سویق‌بلاق را داشتند، با اعضای سپاه پاسداران درگیر شده و پس از تحمل تلفات سنگین و 16 کشته از منطقه متواری شدند. اعضای گروه تروریستی دموکرات هفته گذشته نیز با نیروهای سپاه در منطقه نالوس اشنوی درگیر شده بودند. لازم به توضیح است شهرستان سویق‌بلاق و یا مهاباد با 210 هزار نفر جمعیت در جنوب استان آذربایجان غربی و 116 کیلومتری مرکز استان واقع شده است. 5 شهروند ایرانی از جمله یک شهروند ایرانی 20 ساله به اتهام استفاده از گذرنامه جعلی و قاچاق کالا در شهرهای وان و ازمیر ترکیه دستگیر شدند. اخیراً پلیس استانبول در عملیاتی 2 ایرانی را به همراه مقادیر زیادی گذرنامه متعلق به کشورهای اروپایی و دستگاه‌ها و تجهیزات چاپ روادید و مهرهای پلاستیکی ویژه استفاده در جعل اسناد را دستگیر و روانه زندان کردند. همچنان پلیس فرودگاه وان نیز 2 ایرانی را که قصد داشتند از وان عازم استانبول شوند به همراه 1 کیلو و 700 گرم طلای شمش قاچاق دستگیر کرده است. جواد زنجانی فرماندار اردبیل در جلسه بررسی فرصت‌ها و تهدیدات آب و خاک اردبیل تصریح کرد. کل اعتبارات عمرانی استان رقمی در حدود 1000 میلیارد ریال است که از این میزان فقط 24% به مرکز استان اختصاص می‌یابد. وی افزود این در حالی است که 45% از جمعیت استان در شهرستان اردبیل سکونت دارند و اگر به لحاظ محرومیت و جمعیت در نظر بگیریم اعتبار اختصاصی مرکز استان کافی نیست. زنجانی با اذعان به اینکه در خود اردبیل فقط 150 هزار نفر در حاشیه شهر سکونت دارند ادامه داد: در وضعیت فعلی منطقه شیخ کلخوران از آب چاه استفاده می کند، چرا که اتصال به آب شهری نیازمند اعتبار است و این اعتبار فراهم نیست. فیلم کوتاه ترکیه آقل ساخته یوسف کارگر، کارگردان ارومیه ای، در جشنواره میدلبوری آمریکا به نمایش در می آید. در این دوره جشنواره فیلم کوتاه آقل در ادامه حضورهای بین المللیش در بخش مسابقه این جشنواره حضور خواهد داشت. این جشنواره برنامه هایی چون نمایش سیار، کارگاه های آموزشی، جلسات پرسش و پاسخ نیز در کنار نمایش فیلم ها دارد و همچنین فیلم های برگزیده در انگلستان نیز به نمایش در خواهند آمد. دومین دوره این جشنواره 4 تا 8 شهریور در ورمونت آمریکا برگزار می شود. تا بخش دیگری از اخبار زاویه، برای همه شما مخاطبین عزیز آرزوی پیروزی و موفقیت دارم.